همه ما درس میخوانیم، بعضی ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر، اما از این میان تنها افراد انگشت شماری در امتحانات مکتب و یا هم در دانشگاه ها نمرات بالاتر و رضایت بخشتر را میگیرند، اما دیگران نیز کوشش میکنند و درس میخوانند، چرا آنها نمرات خوبتر را نمیگیرند؟ باید گفت که آنهایی که نمرات بالاتر را میگیرند مطمئنا دارای روش مطالعه موثرتری اند، که در اینجا 6 روش موثر مطالعه را به شما معرفی میکنم که با رعایت این روش ها میتوانید بهتر بیاموزید و از وقت خود موثرتر استفاده کنید. شماره 1، پیشخوانی. برای یاد گرفتن یک موضوع و یا یک فصل از کتاب، ابتدا آن را از اول تا آخر آن مرور و پیشخوانی کنید تا از آن یک برداشت کلی از موضوعات و مفاهیم آن فصل را به دست آورید. پیشخوانی به شما کمک میکند تا با بسیاری از مطالب، مفاهیم و نکات اصلی و فرعی آن موضوع آشنا شوید. شماره 2، یادداشت برداری. در هنگام مطالعه یادداشت برداری از نکات مهم و یا خلاصه گیری از موضوعی که میخوانید بسیار مهم است. سعی کنید یادداشت هایتون را در یک کتابچه مخصوص یادداشتتان بنویسید. در هنگام یادداشت برداری سعی کنید کلمات را با زبان ساده تر خودتان بنویسید. این روش به شما کمک میکند تا با تحلیل ذهنی خود موضوع را بهتر بفهمید. در بعض موارد میتوانید از مارکرها و یا هم شارت نوت ها نیز استفاده کنید. شماره 3، سوال کردن. یک از روش های مؤثر مطالعه طرح سوال از موضوع مورد مطالعه است. طرح سوال از موضوع تمرکز حواس، دقت و سرعت عمل شما را افزایش می‌دهد و روند یادگیری را برای شما آسان‌تر می‌کند. شماره 4، مدت زمان مطالعه. تحقیقات علمی نشان داده است که مطالعه در جلسات 30 دقیقه‌ای در یک دوره چند هفته‌ای یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مطالعه تثبیت شده است، زیرا سینپس‌های مغز به یک بارگی نمی‌تواند انبار از معلومات را در یک شب ذخیره کند. در عوض مطالعه‌ای که هر روز به مدت 20 تا 30 دقیقه در طول یک یا چند هفته صورت میگیرد، بهتر و آسانتر در مغز ذخیره میشود. کسانی که در شب آخر و یا دقیقه 90 مطالعه میکنند معمولا دچار استرس شده و در نتیجه نمرات ضعیفتر را در امتحان میگیرند، و برعکس کسانی که به طور مداوم و یک نواخت مطالعه میکنند نمرات بالاتر را اخذ میکنند. شماره 5، بازگو کردن کلمات به زبان خود. بعد از اینکه یک موضوع را میخوانید، مطالبی را که مطالعه کرده اید را به زبان خودتان و آن طوری که ساده تر است بازگو کنید. بازگو کردن دوباره کلمات به شما کمک میکند تا بخش هایی را که خوب یاد نگرفته اید را تشخیص داده و آن را از نو مطالعه کنید. شماره 6، مرور و تکرار. انسان ها دارای دو نوع حافظه اند که عبارتند از حافظه دراز مدت و حافظه کوتاه مدت. مطالب را که ما میخوانیم ابتدا به حافظه کوتاه مدت ما ذخیره میشود، که این اطلاعات برای اینکه در حافظه دراز مدت ذخیره شوند باید از حافظه کوتاه مدت به آنجا منتقل شوند، که یک از راههایی که باعث انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت می شود مرور و تکرار است. وقتی شما یک مطلب و یا یک موضوع را برای چندین بار مرور و تکرار می کنید، در حافظه دراز مدت شما ذخیره می شود، که در هنگام امتحان می توانید به آسانی از این اطلاعات استفاده کنید. برعکس، موضوعی را که یاد می گیریم به دلیل عدم تکرار، بعد از چند روز دوباره از حافظه کوتاه مدت ما پاک می شود. همچنان در هنگام مطالعه درجه حرارت اتاقتان را مناسب نگه دارید، زیرا اگر درجه اتاقتان زیاد سرد باشد باعث لرزش بدن شما شده و در نتیجه تمرکز حواستان را کمتر میکند، و برعکس هوای گرم باعث تنبلی و خواب آلودگی تان میشود. نور اتاقتان را نیز نرمال نگه دارید، که نور زیاد و یا کم در هر دو صورت باعث آزردگی چشمانتان میشود. به اندازه کافی خواب داشته باشید. به طور نرمال هر انسان در یک شبانه روز باید 8 ساعت بخوابد، که پرخوابی و کمخوابی در هر دو صورت روند مطالعه تان را مختل می کند. و نکته آخر این که در هنگام مطالعه از تماس با رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، اینستاگرام و سایر رسانه ها اجتناب کنید، زیرا رسانه های اجتماعی باعث حواس پرتی، استراب و در نتیجه دلسردی تان در مطالعه خواهد شد. سپاس از توجه تان. خدا نگهدار.